سلام، مجتبای صوفی هستم و شما بیننده برنامه دکتر سیار هستین. در این برنامه میخواییم در مورد مراقبت های دوران بارداری یا حاملگی با شما صحبت بکنیم، ولی به این فکر نباشین که این معلومات ما خاص به خاطر خانم ها هست. در حقیقت مخاطبان اصلی ما مردها هستند، به خاطر از اینکه مردها هم باید بفهمند که در هنگام بارداری یا حاملگی کدام نکات باید مراعات بکنن تا خانمشان صحتمند باشه. افغانستان 3 میلیون نفوذ دارن. نام خداش هر فامیلی هم که ببینی از 5-6 کم نیستن. کسایی که در نزدیک خانه‌شون کلینیک است، دسترسی به کلینیک دارن، دسترسی به دوا دارن، دسترسی به دکتر دارن، متاسفانه غفلت و تنبلی میکنن، سهلنگاری میکنن و جدی نمیگیرن موضوع را که مادر وقتی که حامله دار میشه یا حمل میگیره چی باید بکنن، پیش دکتر باید مراجعه بکنن، همیشه با تماس دکتر باشن. این موضوع زیاد جدی نمیگیرن و این سبب میشه که حتی جان مادر و جان طفل هم در خطر میره. مردم نافهمیم، میگویم شرم است ای عروس، ایر چطور ببریم در شفاخانه؟ نبردیم اید. عروسم از وقتی که حامله دار بود طفلش در مشکمش خوب کلان همیتون میفهمیدی که بیخی به تکلیف بود دیگه. خوب تا وقتی 8 و 9 در وقتی 9 که شد ای خانه پدرش رفت، خانه پدرش گرفت، اونجا زن بیادرش هم مریض بود، یک خوارش هم مریض بود، وانه یک ملا آوردن. اونا که یک ملا آوردن، ملا که سری از او خواندن کرد، از او باد که آرس خانه آمد که آلدی همی تفلش دیگه گفت خرابه، تفل اگم شور نمیخوره. آلیه گفتیم شرم است که می آرس دیگه چی ببریم در شفا خانه، یه دمو رواج نداریم. ما مردم علاقه زیاد داریم، در ملا زیاد داریم که از دکتر که نمیگویم با پیش ملا بریم تالیه زیر واس کنیم. باز بعد از طالب بسیاری همی خوشی های اجازه نمیده که بوره ای باید چی میکنی قدر زود ده مولا ده داکتر ماینه تلویزیونی میگه نقص داره، کدام رقم برق داره ده اشتکا نقص میکنه، باز خوب نیست پیش داکتر نمیبره. ها رسای شانه چند علاقه نداره، بسیار دراجی هم که مشکل زیاد چه که بیخی و از باید بوره اگه ما ده داکتر ببریم. باید همی مردمو بیره جانی وقتی که یامیله میشه گلاوری ده 6 ماه باید دیره ببره، در 3 ماه ببره یک دفعه نظری دکتر بگیر راسته کجه خوبه کوره شاله پره چیه. یعنی طفلی که از بین رفت نگیر شفاخانه برده، شفاخانه کلگی پاک ناپاک سرزی آمد مرده شد زنده شد، یعنی از بین رفت، یعنی گپا هست در مرد. بیاییم که به بخش زنان شفاخانه مرکزی ولایت بامیان سره بزنیم و در اوج از وضعیت مادرها و اطفال خود با خبر بسازیم. بامیان که شهرهای مرکزی افغانستان است و تقریبا 61863 نفر در ولایت زندگی میکنند. بامیان که سردترین ولایت‌های افغانستان است که سطح دریا 300 هزار متر ارتفاع دارد. دکتر رمزی هستم، متخصص نسای ولادی، اینجا شفاخانه ولایتی بامیان است. اینجا اتاق انتظار مریض است که البته مریض ها پیش از اینکه تثبیت شود که اینا پرابلم مشکل نسایی دارن یا به حساب ولادی در اینجا انتظار میکشند و مبلغین ما هستند که راجع به یک موضوع صحی گپ میزنند با مریض ها. این عکس سایت مادر در عکس اولی مادر در دوران حاملگی که عارضی داره، عارضی برای زن حامله دار خطر است مادر رضی فهمیدین، وقتی مادر پیش از وقت به درد ولادت خاورزی داشته باشه برای طفلش خطر است. فهمیدین؟ یعنی عکس دومی ساکنین مادر حامله دار است، علائم خون است، خونریزی در دوران حاملگی در مادر خطر است، بخصوص در ماه اول، دوم، سوم، چهارمش باشه خونریزی پیدا کنه خیلی خطر است مادر، ممکنه طفلش سیخچ از بین بره خطر است. اینجا ساکن در عکس سومی مادر درد داره ساکن، نه عارضی داره نه خونریزی داره، ولی حامله دار است چه علائم خطر داره؟
دل درد است دیس خواهد شکم خواهد گرفته نه؟ دل دردی هم بازم در دوران حاملگی در مادر خطر است. بازم در ماه اول اگه باشه مادر دل دردی زیاد شدید داشته باشه خطر است. باز ممکنه مادر تفرش از بین باره سیخ چونه. اینجا سکنه مادر عزیز. مادر حامله داره چی علایم خطر داره؟ دیسپایشی شخ شده نه؟ یا سایه گرفتگی؟ هر چیزی که خودون شما مفاهم مادر دید. اینجا سایکین چیست مادر عزیز؟ مادر حامله داره کمخون است نه؟ دیدید رنگش زرد بخی پرید آفرین. کمخونی هستم در مادر خطر است در دوران حاملگی از خاطری که مادرم و طفلی که در بدنش از جای دیگه تغذیه نمیکنه از خون مادر تغذیه میکنه مادر عزیز نه؟ پس چی میکنه؟ باید خود خود تداوی کنه مادر عزیز از کمخونی خود رفع کنین. تو بگو زن که حامله داره چه خطرش خطر داشته پیش به خود خود کلینیک یا شفاخانه برسانه. زن حامله باید اگه پوندیدگی داشت شفاخانه بیاید. دست پایش اگه کج شد او ریزی خون ریزی داشت باشه. پس چی باشه دیگه میگم تو بگو مادر. زن که حامله باشد باید شفاخانه خون ریزی داشته باشه، پوندیدگی داشته باشه، نفس قیدی داشته باشه، سردرد باشه، هر چی باشه باید شفاخانه بیاید. مردا فکر میکنن که دوران بارداری و حمل دوران ساده و بسیط است. نه خیر. دوران بارداری و حمل برای یک مادر پرمشقت ترین دوران در زندگیش محسوب میشه. به این دلیل است که مادرایی که نو حمل میگیرن یا احساس میکنن که حامله هستن هرچی عاجل باید به دکترای نسایی و ولادی مراجعه بکنن تا دکترای نسایی و ولادی برشان دوسیه پرتن. در داخل دوسیه تمام ریکاردشان درج میشه و دکتر نسایی و ولادی از صحتمندی طفل و مادر خود را مطمئن میسازد. و این ارزیابی های متکرر سبب میشه تا مادر یک ولادت بدون خطر داشته باشه و صحت طفلش هم ضمانت شود. اینجا اوپیدیسته که مریضایی که سراپا مراجعه میکنن در اینجا دیده میشن؟ به خاطر چی مراجعه کردی؟ اینانه خودت چی تکلیف داشتی؟ به خاطر چی مشکل خود مراجعه کردی؟ مشکل مقابل صاحب می عامله دار که میشم سه ماه که شد خون ریزی پیدا ما بونم. چند طفل پخته در دنیا آوردی؟ دو دانه دو تا پخته آوردیم قدم یک دفعه نقصان کردی؟ سه دفعه دو دفعه نقصان کردیم یک طرف ما خون صاحب دولاد چند ماه نقصان کردی دو؟ هفت ماه خب دیگه چند؟ دیگه سه ماه سیدنا بوشندی. وی که هفت ماه ولادت کردی او زنده است یا نه؟ نه. در قابل غمدرد اولاد کردم باز اینج رایی کرد اینج خود ما نشتیم پس رفتیم در خانه دم خانه چینه دانستیم مرد کلانه دانستیم. فعلا خون ریزی داری؟ یه الکو اگه زر کم می تو چی شدیم گفتم بازم تو پیش نگشتم ولی نشمم. این دفعه تست دادی حامله هستی مطمئن هستی؟ نه. در این حاملگی خود معاینه ادرار شدی؟ نه نه ایدم کلینیک نرفتیم. خب یه اولین دفعه است که مراجعه میکنیم. ولادت های چطور بوده؟ ولادت های آسان بوده؟ در کجا ولادت کردی؟ سابق؟ سابق خانه ولادت کردیم هم دوتا. خانه ولادت کردی؟ چرا شفاخانه نامدی؟ شفاخانه دیگه خب تنها بودیم خانه ما کس نبود. خانه ولادت کردیم باز یک دختر ما ام اولاد آخریم دختره. امروز فشارم تا بود دخانه اولادت کردم. خون ریزی پیدا کردم. زوف کردم. باز از اونجا سخانه باز داشت کلینیک آوردم. باز اون سیرو میرون تیر کرد. کلینیک شدم. کلینیک داشت ما چقدر نزدیک است. چقدر میتونین اونجا برین؟ دور اگه دو ساعت راه ده پیاده کنیم. تانوز بین ولادت های خود فاصله ایجاد کردی؟ اینه به حساب جلوگیری کردی؟ نه. هیچ نرا نکردیم نه. خب به امون خاطر است که زود وقتی که حمل میگیری نقصان کردی یک مدت زمان نیاز است که در خانم حامله تایی که از امون کمبوتاد خونریزی که تو کردی او رو جبران کنه بدنت باید تو حداقل یک دو سال در بین ولادت های خود فاصله بانی. خب روش های مختلف به خاطر جلوگیری از بارداری یا حمل وجود داره که بعضشان بسیار پرخطر هستند ولی بعضشان اصلا خطر ندارن. پرخطرترین روش های بارداری استفاده از قرص های بارداری است که مادرها قرص های را استفاده میکنند بخاطر جلوگیری از حمل. کی قرص ها میتونه خطر آفرین باشه، مادر عصبانی مزاج بسازه،
روی مادر لکه بکنه، جو تکلیفات جلدی برش به وجود بیاره، بالاخره چربی خون مادر بلند ببره و همچنان مادرایی که چاق هستن و از این قرص ها به خاطر جلوگیری از حمل استفاده میکنن در خط اول حملات قلبی هم قرار بگیرن. یکی از بی‌خطرترین روش ها به خاطر جلوگیری از حمل استفاده از کاندوم است که متاسفانه در افغانستان ایجاد معمول نیست. یا خانم وقتی که حامله میشه نیاز داره که واکسین های خود مکمل بگیره. واکسین برش مثل واجب باری برش میشه، خب که باید 100% واکسین بکنه و حداقل 4 بار پیش یک قابله یا پیش یک دکتر مراجعه کنه. بیخی جور که باشه، یک دفعه در 3 ماه اول، یک دفعه در 3 ماه دوم، 2 دفعه در 3 ماه آخری. به خاطر که چند دفعه نقصان کرده تو یک خطر بالا را داری، خب به او خاطر باید بستر شوی. تو متحرک است نام خدا، تو شو خوابش وضعیت اومی مریض بیخی خوب است، خونریزی نداره، فضل خدا دردش کم شده، آرام شده. یعنی اینی که قلبش صحیح واضح هندیده میشه، نیره هستش اطراف اولو میشه، اینجا صدرش هست، خوب شد مادر نیم دلت خوب بیخی جمع شد، 2 دفعه ماینه شد. اتاق است که به حساب نوزادایی که قبل از وقت به دنیا میاین انوز تو پخته درست نیستن، ولی در اینجا مراقبت میشن تا وزن بگیرن و مراقبت شوند. اینجا ما متخصصین بخش اطفال هم داریم و غیر از که قابل سایبای ما است که در اینجا کار میکنن، مراقبت اونا میکنن. خوابان دیگه ایده دست خوابان دست ها کس پیش بینی کده نمیتونیم که طفل زنده مومنه نمومنه. بازم طفلک غیر نورمال است، هایدروسفال است، اسپینو بایفیدوم داره، مرزک مستزاریان شد یا عملیات شد طفلکش. بعد از اومامه خواستیم طفلک کابل رفر کنیم که کابل هم رفر کنیم، اما پایوازش با مشکلات اقتصادی چیزایی که دوچار بود نبردن، هم اینجا ماندن. بسیار کم کسایش مومنه زنده بودن، اکثریت نمومنه. نام من سامنه، یکی از استادای مکتب قابلگی هستیم که پرکلامسی یک حالت است که مادر طفل طرف مرگ میبره و او مریض ما خوشبختانه اون چی دیدیم، معاینه کردیم و مریض اینجی فعلا بستر است و حال میبینیم که مریض ما حالت خودش و حالت طفلش چرخم است. فلک 3 روزه شده، از ماهش در حساب خود مادرش بطیرم بودم، 9 ماه هم سپری کرده دیگه. تفلک وزنش کم است، 1.5 است. 9 سال پیش در مرکز ولایت بامیان یک مکتب قابلگی افتتاح شد به نام مکتب قابلگی اجتماعی بامیان. خانم های صد علاقه گرفتن، رفتن در این مکتب ثبت نام کردن و اعتدادشان هم از این مکتب فارغ شدن. بعد از وقفه میریم از زبان خود از این قابله ها میشنویم که اینا چقدر اعتماد مردم را جلب کردن و چقدر تانستن که مردم را تشویق بکنن تا طفلک های خود را در شفاخانه ولادت بدن. من کبرا هیدری هستم، پروگرام کاردیناتور مکتب قابلگی اجتماعی بامیان. مکتب قابلگی اجتماعی بامیان از سال 2004 کارش شروع کرد و تا حال ما خوشبختانه تانستیم که 5 پروگرام فارغ بدیم و پروگرام ششم تحت ترنینگ است. بفرمایید دخترم. صنفی که در جریان است مربوط تداوی اختلالات زمان حمل و ولادت هست که مربوط فشار بلند میشه. میشه که استاد زهرا جان هستن صنف پیش میبرن. اگلمسیا و پرگلمسیا یک واقعه چی هستن؟ یکی از اسباب مرگ و میر خود مادران در افغانستان هست.
به نام خدا صدقه هستم، قابل کلینیک شافولادی. مدت 4 سال میشه که در کلینیک شافولادی وظیفه اجرا میکنم. کدام واقع دیدین که یک لمسی ها بوده باشند نظر به میان روز علایم و تداوی خانگی شدن؟ استاد می رقم که در اول بدرس بود یک خانم بود همسایگی از ما، حالی که فکر میکنم اینجا خاندیم در میر زالیمه داشت، او فشار بالا داشت، وقتی که در شفاخانه رفته بودن گفت که بخاطر ولادت خود دیگه هر مشکل پیدا میکنه باید شفاخانه بیه. دیگه فامیل از او قبول نکده بودن، وقتی که سر از اختلاج آمدن رفتن مولا را آوردن ایرا فال کردن، گفتن نیکی هست ایرا سایه گرفته. اونا به خاطر که سطح آگهشان پایین بود تو فکر نکردن که یک مشکل کلان داره. به می خاطر مادر اختلاج در خانه سپاری کرد تا که مادر می رقم فوت شد. راحله جان، حالی من می خواهیم که معاینات تو شروع کنم، تو رو یک دفعه معاینه کنم. 112 قابله فارغ شده که کلشم از ولایت بامیان نبودن، اما 1% بالای از اینا پس در کمیونیتی که معرفی شده، جامعه که معرفی شده بودن پس دموش کار میکنن. یک کمری کم خون هستی ولی تو باید قدما کلینیک بری که یک دفعه معاینه خون شوی. خب انواع خون ریزی هایی که ممکن است قبل از ولادت یا بعد از ولادت صورت بگیره، این هم به خاطر همین فقر غذایی و همچنین کار شاقه‌ای که ممکن است خانم ها بالای زمین ها انجام بدن، یا هم وضعیت اقتصادی ضعیف و راههایی که خراب، ممکنه اندک در این درد یا تخلصی که برای خانم پیش میه ممکنه که پیشرفته شوه و اختلالاتی شوه در خون ریزی ها بی انجامه یا سقط ها، که مشکلاتی است که قابله ها بعد از فراغت با امی روبرو میشن اکثریت. تداوی اختلاجات تئوریش گرفته شد توسط شاگردا و توسط استاد ارائه شد، آله توسط استاد و شاگردا بالای مدل اینجا تمرین میشه در اتاق مهارت ها. مریض مشمو چی کردیم ده اینجا وضعیت دادیم؟ نه امی که مریض مثلا گفت پیش چشمم خیره خیره میشه تو ریج نمیبینم، یعنی ایتو احتمال از این رو که شاید سر مریض یک اختلاج بینه فشارش بلند است، دفعتا مریض چی میکنیم؟ ربستر خواه میدیم و مریض در طرف چپ چی میکنیم؟ وضعیت میدیم تا که اگر مریض استفراغ یکان چیز پیش مریض پیدا میشه اسپایرشن نده، یعنی همی استفراغ یا مواد میده که میده طرق تنفسیش نرانه از خاطر. زمانی بود که در فیز خروجی ولادت میکرد من طلب کرد، من سی دبلیو بودم، از من توقعش زیاد بود، طلب کرد من رفتم کرد در گرد گردن طفل بود، ولی این کرد من رو نتانستم کمک کرد خلاص میکردم از گرد گردن چه چون یاد نداشتم. من دمونجی بود که طفل از بین رفتم، اونجی من خواستم که بازم گفتم من بی خانم باید قابله شوم. بعد از انتخابی کرد مردم از ساحه، مردم مرا انتخاب کرد، تمامی موی سفیدا ملای ماما کلگش انتخاب کرد مرا که تو باید مکتب قابلگی را بخوانی، بعد از بی اینجا وظیفه اجرا کنی، و مو خاطر است که اعتماد مردم زیاد است، من خیلی زیاد اعتماد دارم. دوامی لداری باید غذای خوب بخورا، گرانکاری نکنا، دیگه این کار را انجام بده. امروز چیز نه اعلان نشدی دیگه، دستنده کلاشهی بود، باید نومه بخیر. تغذیه منظم ندانن، همیشه از یک غذا استفاده میکنن، شاید دلیل اولش اقتصادی باشه، یعنی که مشکل اقتصادی دارن، و دلیل دیگهش هم اگر دارن هم صحیح استفاده نمیکنن، مثلا لوبیا، کشمش سرخ و انار و سبزیجاتی که دارای رنگ سبز تیره است، و این مواد اینمی غذا دارای آهن است، و ویتامین ای، چیزایی که ویتامین ای داره، کرم و کدو، زردک، سیب و انگور، این غذا ویتامین ای داره، و غذایی که ویتامین سی داره بانجان رومی، کچالو و مالتا و کینو است، و زنای حامل مهم است که روزی 5 وقت غذا بگیره و دفعات کم کم. شما خودت دیگه خوب لباس شدی؟ لباس خب لباس شدی زمستر بود نمیشه.
در زمان ولادت خو آمادگی گرفتی؟ گرفتم نگرفتی مره. از چی خاطر نگرفتی؟ بعضی چیز داره چیز؟ آیا نه تصمیم تو کجا هسته که ولادت کنی؟ تصمیم من در خانه یا در شب خانه هر یک شب. در خانه هم هسته تصمیم تو؟ آره خانه شب خانه بهتر نی؟ نه مادر جان خو خانه ولادت نکو، خدایی نخواسته در خانه امی یک دقیقه وقتی تفلک تو که زایه شوه، تفلک از بین خدای نخواسته نروه، خو خانه ده هیچ وقت خانه ولادت نمکنی. کلینیک اول کلینیک، در صورتی کلینیک نشد شفاخانه، خو زمان ولادت خود تو رو شماره کلینیک دادیم. آره ده کلینیک شماره کلینیک آفرین. خوشبختانه ای روندی که از سال 2004 تا حال ادامه داشته، ما تانستیم یک دستاورد خیلی خوب و یک نتیجه بسیار خوب در سطح ولایت بگیریم و بهترین نتیجهش همین بوده که آمار مرگ و میر مادران و اطفال با توجه به مسائل مربوط به صحت و باروری بسیار کاهش پیدا کرده در سطح ولایت. اینجا اتاق پری اپراتیف و پست اپراتیف بعد از اینکه روزایش خلاص میشه، یعنی در روز اکثرا من اینجا مریضا را میمونم، بعد از اینکه بخیاش گرفته میشه باز مریض رخصت میشه. ما یشتون بود که زیاد پنجیدگی پیدا کردم، دیگه سرم درد میکرد، نفسم قید میکرد، شوه ایچ خواهید نمبرد. همین ترا رفتم کلینیک رفتم، فشار در بال هسته، دیگه گلی فشار در گفتین میرو بخور در مای نوی خاک پان، دیگه شفخانه باید بری. دیگه بخاطر که فشار در بال هسته، دیگه نمیتونین شفخانه بری تا مشکل ترال کن. اینی می مریضه که تو را گفتم نی فکتورای خطر یا ریسک فکتورای خطر که بود، مثلا گفتم سن مریض بلند می باشه، در اینجا تصدیق می کنم مثلا سن مریض ما بلند است، مریض ما اضافه تر از 35 ساله، ممکن که مریض 35 ساله باشه، اول بوریس یعنی قبلا ولادت نکده بود و اعراض علائمی که در پیش مریض یافتی، مریض فشار بلند داشت. در شروع که مریض مراجعه کرده بود فشارش چقدر بود؟ 190 و 150 فشار مریض بود. فضل خدای متعال آل طفلم کاملا یک طفل خوب و مادرم جور زیو سالم است. دمر خرید بود از 15 سال ما کومیت زندگی خرج نداشتم، دیگه حالا چطور راضی نیستم، چطور خوشحال نیستم. خیلی خوشحال ماست پیش شما. چیزهایی که من از این برنامه گرفتم چی است؟ یک، وقتی که مادر شک میکنه و یا هم متوجه میشه که من حمل دارم، باید هرچی عاجل به یک دکتر نسایی و ولادی و یا هم قابله مراجعه بکنن. دو، فاصله در بین هر ولادت باید حداقل 2 سال باید باشه. سه، ولادت در شفاخانه به مراتب مسئولتر و درستتر از این است که شما در خانه ولادت کنید. ما شما باید به مادر و طفل فوق‌العاده توجه کنیم، حتی به توجهی کوچک ما قبل از حمل، در جریان حمل و بعد از ولادت میتونه که حتی به از دست رفتن جان مادر و طفل هم منجر شود. خدا کنه که از برنامه ما نکات خوب و دلچسب را فرا گرفته باشین. تا برنامه بعدی شما را به الله پاک میسپارم. الله حافظ.